نام مبارک وطن درود به کل شما همدیار عزیز و ارجمند. برنامه زنده سرایی است با عنوان زمزمه مهر از افیر سفینه پیشنهاد شما و این نوبت دوستان خوب و نازنین دعوت کردیم در برنامه هنرمند محبوب دلها، هنرمند خلقی تاجیکستان استاد امیردین کبیری را خیر مقدم میخوانم. شما را تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و از شهر بوستانی بختر به دوشنبه آمدید. برای مخلصان، برای هموطنان ترانه میسرایید و طبع ما و ایشان را شاد میگردانید. سپاسی به اندازه مرمت. شما با عرض احترام و ادب سلام خیش را به کل هموطنان و به مخلصان و دوستداران صدایتان برسونید. سلامت باشین. پیش از همه با تمام کل مردم شریف تاجیکستان سلامتی، عمر بردوام، همین آسمان صاف و بیگوبار و بگذار که در خاندان هر یک فرد تاجیک که امروز این قدر ناز و نعمت ها فراوان نیاز به پیشنهاد مردم است، این قدر آبادکاری ها و این قدر نازنینی ها در جمهوری ما همه روزه تنین انداز است. خاندان هر یک فرد تاجیک انمیق تازه و آزاده و آباد و خورم باشد. خورم باشد. سلامت باشد. و امینم که از شهر باختر بوستانی دست خالی نیامدید. بله. و برای بیننده عزیز ما، برای تماشاگر برنامه زنده سرای، حتما که ارمغان دارید. بله. خب در شروع برنامه یک ترانه پیشنهاد کنید، بعدا صحبت کنیم. این مدعا است بین مردم هر جو که من میبینن میگن انا من هنرمندی وطن سرا هست. بله. به همه خاطر من میخوام با یک سروی وطن باشد شروع کنم. باشد. اگر چشمم برویت خیره شدیم روز مزورم، بسا شبهای غربت اخترت را جستجو کردم. وطن در چشمه مهرت دلم را شستشو تدبیر سلیمان
به تدبیر سلیمانی با آن سی مرغ المرزد نشستم گفتگو کردم. وطن در چشمه مهرت دلم را شستشو دلم را شستشو کردم. وطن در چشمه مهرت دلم را شستشو کردم. تشکر زیاد. سلامت باشید. اظهار سپاس میگویم و هرگز صدای شما خستگی رو ندیدم. شما نیز تشکر اهل رامشگران به خاطر همراهی کردن، زیرا همراهی موسیقی مزه دیگر دارد. خب با اندیشه شما همچنین هنرمند سالار، قیمت و قدر وطن را چگونه باید دانست و این موضوع چگونه در ایجاد شما جایگاه دارد؟ من بارها اظهار کردم در همه برآمدها و کلی مردم شریف تاجیکستان می دانند که من مثلا مدت 18 سال بیرون از کشور بودم. شاید انمی سبب اساسی انمی دور از وطن ماندن اساسش گمان میکنم که انمی دور از وطن بودن من است که 18 سال در غربت بودم. همه پستی و بلندی انمی زندگی را اونجا ما اثر گذراندیم، گرسنگی را هم دیدیم، سیری را هم دیدیم، سردی را هم دیدیم، گرمی را هم دیدیم. بیرون از کشور هجرت، در هجرت بسیار تلخ است. تلخ است. این بسیار میوه تلخ است. از خداوند همه وقت من آرزو میکنم که دیگر این ملت، این سرزمین هیچ وقت یک سیاهی را نبینند. این بله. مردم هیچ وقت دیگر هجرت را نبینند. بله. وقتی انسان بیرون از کشور است، از خیش و اقربا، از همزبانان خود، از حق و همسایه ها، بله. از حد و همسایه ها، از خیش و تبار، از همه همینا وقتی جدا هست، علاقه این دنیا برای وی زندان است. بله. و اون نفرهایی که امروز در بیرونند، من صدی درصد ایمانم کامل است که یگان تایوه راحت نیست. بله. تا انا همه به همه منزل نبیان، تا به همه تاجیکستان نبیان، آرامی و خوشبختی و همه کار در همه تاجیکستان هست، در همه زادگاه هست که آدم هم روحش آزاده هست، هم تنش آزاده هست، هم در قرقیزستان مثلا من سرود ها میخوندم، در همه معرکه ها، در همه محفل ها همه مردم میتونه گوش نگاه کرده، گوش میکردن، دلی من نمیفهمیدن اونو، نمیگفتن، نمیدونستن که من چی میگم. بله. شکرانه که امروز هر چی که میگم مردم میفهمن. بله سلامت باشید. تشکر. در بین همزبان ها هستم، هر چیزی که هست ایجاد میکنم برای مردم. بله. میخونم اینا میفهمن.
همین است که میگم که خاک وطن از تخت سلیمان بهتر، خار وطن از لاله و ریحان بهتر. البته در خاک سرزمین بودن و صبحگاهان خستن و چهره نزدیکان و چهره دوستان و هموطنان را دیدن، گمان میکنم این یک روح الهام تازه میبخشد به هنرمند، به یک نفر دیگر، به هر کسی که در این خاک زندگی میکند. ایجاد یک چیزی هست که در همه جوه میبیند، ولی گمان میکنم که چیزی که در خاک وطن از دیگر گونه است. اون ذوقی که مثلا در اینجا هست، در این منظرهای تاجیکستان رو بینید، یک گوشه بهشت آسا است. تاجیکستان در اصل یک گوشه بهشت است. مثلا ناحیه های که در کوهستان هست، چهار طرف ما را کوهستان احاطه کرده است. ما همه مردمی کوهستانیم. این قدر آبادکاری ها، این قدر آبادی ها روز بر روز در ناحیه های دوردسترین جمهور، مثلا حاضر میروی، بسیار آبادی ها شده استوده است. سلامت باشید. پس به خاطر خوشحالی و به خاطر که بیننده ما خسته نگردد، بازم ذوق شما رو به دست میاریم با یک ترانه دیگه. زنده باشید. بجز تو کس ندارم، با بل حوصا حوص ندارم، دریاب مرا که بر سر قبر چون سنگ شکست تای مزارم، دریاب مرا که بر سر قبر چون سنگ شکست پای مزارم. شب سیاه پوش مهتاب از این ستاره خاموش، خورشید نشست تا شب سیاه پوش مهتاب از این ستاره خاموش، بر خاک وطن فشاد آغوش تا آمد خاکی وطن فشاد آغوش تا آمد سو از درد روان و سوی درد
هرگز خزان و دامن شب از عمر گذشت حیات دارم، از عمر گذشت حیات دارم. باور دارم که بیننده عزیز ارجمند ما، همدیار هوشمند و ذکی ما خوششون آمد و باور دارم که احسن آفرینم خوانده استاد. صداتون خستگی رو نبیند. خب آیا تنها صدای خوب داشتن و فهم موسیقی داشتن هنرمند رو موفق میکند و یا در این جایگاه چیز دیگر هم هست؟ اصلا هنرمند این دادی خدایی است. وقتی خداوند استاد ظفر نازیم، استادی زنده یاد آدینه حاشیم، اینا یکان مکتبی نخونده بودن. اینا را خلاوان مخصوص برای انامین پیش بردن انامین صنعت، برای انامین خلاوان خلق کردگی بود. لیکن اونایی که در پیروی انامین استادا امروز همین چیز میخوان کسب کنن، باید پیوسته فقط مشق کردن در کار. فقط آموزش کردن در کار، فقط کتاب خوندن در کار. قدرشناس بودن در کار. انتخاب موضوع را از کتاب هنرمند باید آموزه، یاد بگیره، بنویسه، از یاد کنه، به مردم پیشنهاد کنه. امروز این قدر امکانیت هایی که در تاجیکستان فراوان است، تمام کلاسیک ها در اختیار ما هستند، تمام شاعرای معاصر در اختیار ما هستند. این قدر اسباب و انجام های زیاده که برای مردم دسترس است امروز. سالهایی که ما جواب دیم خیلی تار نبود. ما به یکم رباب هفده سومه در معرکه ها سرودخوانی میکردیم. امروز بین چی قدر اسباب های موسیقی زیاد های، چی قدر مردم امکانیت زیاد دارن، شکرانه اینا کن در کار های. در هر یک کار کسب باید ما شکرانه کنیم. آدم که نخوست عالم اسما بود، شک نیست ابوالبشر زیما دانا بود. فرهنگ هزار میلیون ساله نیست، این گوهر پاک از ازل با ما بود. ما از تولید مادام که فرهنگی هستیم، همراه فرهنگ همراه ما تولید شده است، برای چی ما به یکان مردم دیگه ما نیاز نداریم؟ بله، به صنعتی مثلا دیگر و دیگر ما نیاز نداریم. بله، ما صنعتی خودمون رو باید داشته باشیم، خودمون باید کار کنیم، خودمون ایجاد کنیم. اینه به مردم خلاصش همه هنرمند به میتیاد. من 47 سال میشد که در صحنه هستم. 47 سال در صحنه هستم. در دوام همین 47 سال یک ساعت 10 دقیقه اقلا در یگان چهارابین دیر کردگی نیستم. از روز اول مسئولیت داشتم. بله، همین کسب در دل من بود. میخواستم همین کسب در زندگیم استفاده کنم، از روی همین کسب نان خورم. برای همین من صدقم به همین کسب دل دادگی بودم از کودکی. بعد استادایی داشتم، استادی داشتم که محمد خواجه توره شادروان و زبان ادبیات بسیار خوب می بلد بود، شعر می نویش خودش، با همه کلاسیکا مثلا من آشنا کرد. از روز همین، از همون طلبه سیم دویم سیم می خوندم، من علکه با زبان بدیل و حافظ جامعی و دیگر رو گب می زدم، غزلای اونا رو می خوندم، در معرکه ها می خوندم. با یک اخلاق حمیده انا میخوام تولید شدم و با یک اخلاق حمیده با وای رسیدم. موفقیت من به فکرم در همین است، یعنی زحمت های زیاد زحمت های زیاد کشیدم. تشکر زیاد استاد ارجمند و باز هم نوبت اون فرورسته است که ترانه سیوم رو پیشنهاد تماشاگر برنامه بسازیم تا حضور و حلاوت بردارن. دمیدن دیر شد، دوست داران تو را پیغامی دیدن دیر شد، دوست داران تو
را پیغامی دیدن بشود. چشم یک خواب از غمی ندیدن تو کور گشت، چشم یک خواب از غمی ندیدن تو کور گشت. صبر تیغه شد با جان های که رسیدن دیر شد، صبر تیغه شد با جان های که رسیدن دیر شد. تشکر زیاد برای سرایدن ترانه. خوب از سفرها قصه کنید که در حیات 47 ساله که روی صحنه هنر صرفش کردید، کجاها رو دیدید، چی خاطره ها دارید، چی بخشید برای شما؟ امین هنر، امین کسبی که من انتخاب کردم و خوبی عمر گذراندم با همین کسب. بله. اگر از سر نو طفل می شدم باز همین کسب انتخاب میکردم. سپاس. این کسب، این هنر به من همه چیز داد. بله. با تمام دولت های
روسیه مثلا با شهرهای روسیه سفرتبر شدم، در بین مردم هنرنمایی کردم. سالی 78 با افغانستان یک سفر هنری داشتم. با این جمهوری های آسیای میانه، همسایه کشورها در همه این دولت ها اونجا هنرنمایی کردگی هستم. بعد هنرنمایی را من از همین ناحیه های جمهوری سر کردم. بله. اول انمی هر یک ناحیه که مثلا در جمهوری ها، چی در ولایت ختلان، چی در ولایت بدخشان، به همه انمی ناحیه ها سفر هنری داشتم. مردم او وقت انمو افتوبوس ها بودن و میکرو افتوبوس های میده بودن که کلکتی در همون می رفتیم یک جای، بعد در بالای همون ماشین ها اصلیتگل هایی اصلیتگل ها بود که اعلان میکردن، اعلان میکردن، خود به خود مردم در همون تالارو جمع میشد، همونجا بلیت میخردن، یک سوم بود یا پنجاه تیم بود چنده بود، به همون پولی همون دوره میخ، تالار ها همه وقت پر بود. همون وقت هم مردم آنه میخه خورسندی داشت، هم کار میکردین مردم، هم وقت میاب خورسندی میکرد، هم آنمون در بعض با بازی و در همون خورسندی ها مردم همراه ما بودن. خاطره ها خیلی زیاد است. خوب است که حیات با موسیقی با سرود پیر شود، چون که هر لحظهش با خوشی پشتی سر می شود. پس بگوید که از این لحظه چی برداشت کردید؟ من دائم وقتم خوش است. سلامت باشید. بله. اینم دائم وقتی خوش دارم، دائم در بین مردم هستم. روز تا بگه همراه کلکتیو یا یک آهنگ کار میکنیم، یا در یک چورابینی اشتراک میکنیم، یا یک چیزی نوی خودم پیشنهاد میکنم که در بین انمی مردم هستم. این علاقه در سین و سال ما این علاقه یک خوشبختی است. این بله. از همه چیزی قیمت برای انسان سلامتی است. دوستان ارجمند همدیار گرامی، قدر تماشاگر بسیار عزتمند ما، شما حق دارید که طریق تلفن، طریق خط به ما مراجعه کنید و همین گونه هنرمندان دوست داشتن را ما در برنامه زنده سرای دعوت کنیم تا برای شما عاشقانه بسرایان، حافظانه بسرایان و تعب شما را شاد بگردانند. از اون دل، زیرا مقصد یگانه ما همین است، اهل ایجاده که وطن عزیزمون آباد باشد و البته در انکشاف صنعت اصیل تاجیک دست خیر داشته باشیم. با امید غالبیت، با امید موفقیت همه ما و شما با انجام برنامه رسیدیم. خانه آباد برای شما تمنا میکنیم. با یک ترانه دیگر تا نشر نوبتی خیر میگویم عزیزان دل. اصل جفا کرد،
دیگر یاری وفادار ندیدم، مثل تو دیگر یاری وفادار ندیدم. از کلفت و غم در دل من چند اثر کرد، از کلفت و غم در دل من چند اثر کرد. مانند تو من عاشقی گلزار ندیدم، مانند تو من عاشقی گلزار ندیدم. شوخ و مثلی تو ستمگار ندیدم،